اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن. ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن و چوبه دار، ثواب یخنی مرده پرستی و ساختن امامزاده ها، تقسیم و توربین به تاریخ هزار ساله ما. می نویسم از برومم از سقوط هفت هزار سال. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، او پیرو و زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، بیزارم از دین شما، نفرین به آهین شما، امیران سپاه شام، سرداران خون آشام، شما را مردگانی زنده میبینم، خدایان شما را بنده میبینم. چه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند بزرگ آریایی ایرانی با اون خدای دیگه فرق میکنه. همچنان که خدای هر کسی با خدای دیگری فرق میکنه. شناخت خدا از شناخت انسان آغاز میشه. خداوند ایران اهورایی از هزاران سال پیش که نخستین تمدن رو بر روی کره زمین آفریده، لااقل در این ور جهان خداوندش اهورا مزدا. خیلی از ترجمه ها، تفسیر ها در رابطه با خیلی از مسائل نادرست. همچنان که با مهر یزدان پاک طی این سالها
ما ارائه کردیم نگاه ها و نظریه های نوینی را نسبت به خیلی از مسائل و موارد که همه مورد توجه و مهر مهربان یاران در سراسر جهان قرار گرفته. این را من بارها گفتم، امروز اینجا تأکید میکنم به طور خلاصه چند مسئله رو. اولا زرتشت و زرتشتی آیین مهر، آیین میترا، آیین اوستا، آیین زرتشت دین نیست و فرستادگانی از سوی خدا هم نیامدند، یعنی وحی در کار نیست، نبوت و پیام‌آوری از سوی خدا در کار نیست و اینها آیین بوده است در طول تاریخ، نه اینکه دین. دین یعنی پایبندی به یک اصولی از روی حماقت و خریت و تقلید کورکورانه و اینکه خدا گفت این، خدا گفت آن، خدا خواست این، خدا خواست آن، ما میکنیم برای خدا. او این گونه نبوده است و نیست. این رو داشته باشید. یک. دو، زرتشت که ما میگیم، آیین زرتشت یعنی چی؟ من بارها گفتم به زبان عربی نیز یک العربیه گزارشی تهیه کرد، ابتداش همین میگم که میگم تشت زرین زرتشت. همه اون گذشته ها رو فراموش کنید، عصر جدید شروع شده، دانش جدید، برداشت جدید، ذهنیت جدید که به بچه هاتون بایستی منتقل کنید. زرتشت یعنی تشت زرین. تشت زرین چیه؟ خورشیده، همون مهر تابانه، همون تداوم آیین مهر است، آیین میتراست. تشت زرین خورشیده. زرتشت زر یعنی ذهب، ور یعنی ذهب، تشت لو کسخل نقصل سیاپیه و هذا ظرف زرینه مذهبه ذهبیه کشمس. خب وقتی که تشت زرینه و خورشیده، یادتون نره نکته خیلی مهم اینجا میخوام بهتون بگم. خیلی ها که استاد دانشگاه، فیلسوف، نویسنده خود را میپندارند در میان ایرانی ها و غیر ایرانی ها، این نکته که میخوام بگم اصلا نمیدونن، نفهمیدن، با اینکه 40 سال ما با برداشت نو از تاریخ و هستی مطرح کردیم. به خاطر همین خیلی از مسائل وقتی میگن مدرکت کو، مدرک اینجاست و خرد، با خرد سخن گفتن. میگن آقا زرتشت که 3761 سال پیش بوده، چون تاریخ زرتشت اینه، تاریخ پادشاهی هست 2582، تاریخ شاهنشاهی کوروش هست، تاریخ تولد آدم هست 5780، تولد آدمه، در این مورد من کتابی دارم. بعد تولد عیسی مسیح 2023 است. الان تاریخ تازی، تاریخی که محمد از مکه به مدینه فرار میکنه، جونش نجات میده که نکشنش، شده تاریخ هجرت 1400 خورده، 402 با ماست و 400 خورده باز برای خود عرب ها. اما تاریخ آریایی هست 7761، ما امسال در سال 7761 هستیم. این تاریخ تمدن آریایی است، تاریخی است که تمدن شهریگری با اندیشه میترا به وجود اومده. حالا میترا نخستین زرتشت خودش، بعد ما هر 100 سال یا 1000 سال یه زرتشت داریم، هر زمانه شما یه زرتشت دارید، باید زرتشت خودتون رو بشناسید. پس وقتی که میگن آخرین، من ما گفتیم و میگم واپسین زرتشت 3761 سال بوده، قبل اون زرتشت دیگه هم بوده. اینجاست که من پاسخ به یک پرسش رو میدم که تاکنون حتی اندیشمندان نفهمیدن، الان بفهمید و اصلاح کنید. زرتشت میگن، من خودم گفتم در آیین اوستا نوشتم و جهان اینو گفته و میدونه،
نیچه میگیم وقتی که پیرو زرتشت میشه میگه این گونه سخن گفت زرتشت و اون چیز رو اون رانشتاز میسازه و غیره کار نداریم. همه بر این باورن که همه فلاسفه‌ای که از 6-7 هزار سال پیش تا حالا بودن شاگرد زرتشتن. چطور میشه کسی که 3761 سال پیش بوده سقراط و افلاطون و ارسطو و فیثاغورس که خود منم نوشتم در کتاب های اوستا اینها همه شاگردان اون باشن، همه ریشه تفکر خودشون رو از اون گرفته باشن، حتی ادیان سامی از اون برگرفته باشن نور و خورشید و غیره، چطور میشه؟ میگن ها این همینجور میترایت حالا رو میترا باتون صحبت میکنم، نه میت نیست عزیزان من، مهربان یاران، اندیشمندان، سخنوران، استادان دانشگاه در خارج از کشور در داخل ایران، بیاموزید. زرتشت های بسیاری بوده است، هر دورانی زرتشتی بوده است، اندیشمند و راهنمای ایران، آریا، اهورا، بهش گفتن زرتشت، تشت زرین، مهر، آینه مهر، همون آینه مهر همیشه زرتشت داشته. زرتشت مثل تیمسال میمونه، مثل سردار میمونه، مثل فرمانده کل قوا میمونه، مثل نخست وزیر میمونه، مثل شهریار میمونه، مثل رئیس جمهور میمونه. شهریار اینقدر میاد میره، زرتشت مثل رستم یعنی فرمانده کل قوا، یعنی قوی ترین سپهبد، سرلشکر، هر چیز میخواد بذاری، سردار اسمش رستم بوده. برای میگم رستم 400 سال عمر کرد، نه رستم نشانی بوده، نشان پهلوانی که داده میشده. زرتشت نشانی بوده که خردمندان میومدن خودشون نشون میدادن ما همین زمانی خودمونم زرتشت داشتیم. بشمارم براتون، دکتر کوروش آریامنش زرتشت زمانه خودشه، دکتر روشنگر مسعود انصاری زرتشت زمانه خودشه، و بعد اون داریم زرتشت ها. پس اینم پاسخ به اینجا که زرتشت اون یکی نبوده. دو، این که بدونیم دین نیست زرتشتیگری، دین نیست، آیین است و فلسفه‌ای که همینجا رو باید بهش کنیم. بهشت و جهنم همینجاست. تو اگر باهوش بودی همینجا رو بهشت میکنی، توانا بوده. حالا نکته بسیار مهمه دیگه این که خدا نقشش چیه تو این قضیه. خدا اون خدایی که تو فکر میکنی نیست که نشسته همه چیزو داره. اون عجب خدایی، ما خدا تو به خدا تو وجود نداری که یارو فلج، یارو فلان، یه شدلی خامنی آدم میکشه. این اسلام 1402 سال تو ایران داره به اسم تو. اینا رو باید برای که بشناسید خدا کیه چیه به تمون. خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد، کمتر از 100 صفحه است، برید بخونید، نوارش هم کردیم، صدا هم هست، گوش کنید. اونجا ما به طور نمایشنامه و به طور طنز سالها پیش مطرح کردیم که خدا وقتی من در خواب میبینم زار زار گریه میکنه، تو بغلش میکنم، باش میرقصم، و بعد این چه میبینید امروز زن ایرانی پیشتاز نبرد آزادی بخش نیست، زن ایرانی رو من اونجا زن رو خدا انگاشتم، خدا رو زن انگاشتم، باش میرقصم، صحبت میکنم، گریه میکنه، میگه بابا اینا چیه دارن این کارا رو اسمال میکنن، همه رو رد میکنه. خیلیتون اونو خوندین، ولی چون از اون موقع تا حالا من معتقدم هر 10 سال نسلی یاد عوض میشه، بعدم میشه 5 سال، بعضی میگن 20 سال، نه هر 10 سال بعدم میشه 5 سال. الان خیلی از بچه های جدیدی که اومدن که دیگه تیک تاکی هستن و اینستاگرامی هستن و سنپ شاپ و اینا هستن، اینا که دیگه کتاب مدرسه دسترسی ندارن بخونن، هستن که نمیخونن، کتاب مدرسه شو نمیخواد بخونه. این بچه های امروز همش دستشون تو تلفون هست، تو گیمش داره پلی استیشن بازی میکنه و فورتنایت و ایناشون. اون سابق بود که مادران بزرگواری بچه های خودشون میشوند با کتاب بخون، حافظ بخون، خیام بخون، سیاوش اوستا رو بخون. این تابلو پشت سر من یک بانوی سرحشور آریایی همسر یک تیمسار ارتش شاهنشاهی که روانش شاد چند سالی از دنیا رفت، این بانو از ایران برای من فرستاده کار پسرش. پسرش دکتر افشین استاد دانشگاه، پسر دیگه اش اشکان استاد دانشگاه. این تابلو وقتی زنده بود این بانو